تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک اثر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدا، آینده ما بی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شد چون پیشه هم، دور از تو نیست اندیشه هم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالیم که با برنامه مردان آهنین در خدمت شما هستیم. ابتدا تشکر میکنم از مرشد بین‌المللی مون جناب آقای علی ناری از خطه پهلوان پرور خراسان که از شهر سبزوار تشریف آوردن و با نوای گرمشون شور و حال دیگه‌ای به این برنامه دادن. در خدمتتون هستیم با مرحله نیمه نهایی رقابت‌های مردان آهنین گروه اول. ما در روز گذشته که مقدماتی‌ها تمام شد به شما گفتیم که به چه صورتی مردان آهنین به مرحله نیمه نهایی آمدند. امسال برخلاف سالهای گذشته یکی از گروه هامون 5 نفره هست و به این ترتیب ما به جای اینکه 16 ورزشکار ببینیم، 17 ورزشکار رو در این دوره در مرحله نیمه نهایی خواهیم دید. طبیعتاً اون گروه هم از امتیاز 5 شروع میشه که گروه 4 مسابقات هست طبق قرعه کشی که انجام شده. اما در این برنامه در خدمت گروه اول هستیم. قبل از اون به سراغ دوست بسیار عزیزم داور بین‌المللی این مسابقات جناب آقای فرامرز خود نگاه می‌کنیم که هم یه خسته نباشید بهشون عرض بکنیم، هم اینکه واقعا خدا قوتی بهش بگیم چون خیلی زحمت کشید برای مسابقه. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، سال نو رو بهشون تبریک می‌گم مجدداً. امیدوارم که سال خوبی داشته باشم و از برنامه ما مقدماتی ما لذت کامل برده باشم. بله خیلی متشکرم. سخت‌تر هم هست دیگه. بله مرحله ما امسال سخت‌تره و بچه‌هامون هم بالاخره هرچی بالاتر میان آمادگیشون باید بیشتر بشه چون مرحلات سخت‌تری رو پیش و پا دارن و فکر کنم آیتم‌های قشنگی ما برای بینندگان عزیز داشته باشیم. از این بابت میگم که بچه‌ها آماده‌ترن که شما اگر دقت بکنید به رکوردهایی که در مرحله مقدماتی زده شد، 3 نفر از کسانی که رکورد داشتن، حالا جواد مافی که آسیب دید براش آرزوی سلامتی میکنیم، اما حامد حقزاره و امین باقری مشت هست شدن از این مسابقات. بنابراین مسابقات فوق العاده سنگین هست، فوق العاده هم بچه آماده است. اما برسیم به گروه اول دور نیمه نهایی که سعید باقر کاظمی، خب خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالی میبینیم شما. من عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما بینندگان محترم که تا الان برنامه رو دنبال کردن. نیمه نهایی آماده هستی؟ بد نیستم. میگن گروه شما گروه خوبیه. نه آقا سخت ماشاءالله. آقا مهراب، علیرضا، آقا طارکرمی، همه قویه. همه قویه هم؟ اگه خدا خواد ما میریم بالا، این نخوادم که. خیر خدا باید بخواد یا خودت هم باید بخواد؟ خودم که میخوام الان. خیر یه رکورد هم داره سعید باقر کاظمی در مرحله مقدماتی کشیدن وزنه بود دیگه، درسته؟ رکورد مال شما بود. اینجا هم رکورد میزنی؟ چون اینجا مثل که هر رکورد بزنن یه امتیاز حساب میشه. بینندگان عزیز که هر کسی که در این مرحله، یعنی در مرحله نیمه نهایی رکورد یا به ثبت برسونه، یک امتیاز بابت اون رکوردش به فینال میبره. بله اگر بالا اومد تو فینال اومد اون یک امتیازش حساب میشه. رکوردش تو 4 تا گروه هست؟ بله تو کل گروه کل ها. یعنی بچه. رکورد کل اون آیتم. بله بسیار عالیه. اینم یه مزیتی هست که بچه‌ها تلاششون رو بیشتر بکنن. آماده هستی با سعید جان؟ بله به امید خدا آمادم. مشکلی نبود تو دور مقدماتی برات؟ نه خدا شکر آسیب دیگه نداشتم. یعنی همه چی خوب بود، رو برابر بود. با آیتم‌های نیمه نهایی آشنا هستی؟ بله. بسیار عالی، برات آرزوی موفقیت می‌کنیم. برسیم به
یکی از قوی‌ترین مردان ایران در سالهای نه چندان دور ها نه واقعیت هم چند دوره قهرمان مسابقات شده مهراب فاطمی که خیلی جالبه. مهراب فاطمی دو تا رکورد در مرحله مقدماتی داره، غلطاندن لاسیک با 27.59 و سگانه که در گروه زوج بود البته با 18.42 که رکورددار هست. خیلی خوشحالیم که در این مرحله خیلی ممنون. منم عرض سلام دارم خدمت بینندگان، امیدوارم سال خوبی داشته باشن. بسیار عالی، برای برد آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله شما موفق باشید. آقای طاهر کریمی دیگر شرکت کننده ما هستن، در مرحله نیمه نهایی قرعه کشی شد، در این گروه افتادن. به شما هم خسته نباشید میگم، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. ممنونم ازتون. منم عرض سلام دارم خدمت بینندگان، سال نو را مجددا تبریک میگم خدمتشون. آخ 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 یادم رفت، آقای طاهر کریمی از نظرآباد هستن. یادم گفت من خیلی من شرمنده ام. این موجی وقتی حرفه‌ای نباشه همینه دیگه. به هر حال از نظرآباد شرکت کردید، ما به اهالی خوب نظرآباد هم سلام عرض می‌کنیم که ورزشکاری مثل ایشون دارن. آقای کریمی وضعیت مسابقات مقدماتی چطور بود؟ راضی بودید؟ بد نبود. تو گروه شما دو تا آسیب دیدگی داشتیم، درسته؟ بله، ان شاءالله چه بهتر میشن. ان شاءالله بهتر بشه. بریم سراغ علیرضا قرایی که من خیلی صحبت کردم با برادران قرایی امسال، حالا به هر شکل ممکن سعادتی نبود در خدمتشون باشیم در نیمه نهایی. رضا رو که میدونید به حال یه آسیب دیدگی پیدا کرد، آرزوی سلامتی میکنیم براش. و حمید هم همونطور که گفت آماده نبود واقعا، شاید تو رو دروسی رضا قرایی قرار گرفت اومد توی مسابقات، ولی به حال یه جانشین دارن همیشه آقایون قرایی در مسابقات. من به امیر میگفتم که حیفت علیرضا بیاد، کشتیگیر هست، میتونه قهرمان جهان با المپیک بشه، ولی خب تجدید فعلا امسال بیاد مسابقه. خیلی خوش آمدید. ممنون. منم عرض سلام خسته نباشی دارم خدمت شما و بینندگان عزیز، ان شاءالله که سال خوبی و تو هم با شادی رو پیش رو داشته باشم. خوشحالیم از این میبینیمت. مقدماتی چطور بود برات؟ مقدماتی خب یه مقدار گروه من سخت بود، آقای عبادی که دو سال پیش نایب قهرمان بودن، آقای باجلان، منم سال اولم بود، تجربه زیادی نداشتم، ولی خب بالاخره با کمک تجربه داشتم تونستم خودم به این مرحله برسم. الان گروه رو چطور می‌بینید؟ گروه سختیه؟ می‌بینین دیگه، ماشاءالله هر کدوم برای خودشون یه قهرمانی هست. به هر حال برات آرزوی موفقیت می‌کنم، ازت هم قول می‌گیریم که شما برگردی کشی دیگه. شما قول می‌دین آقا. ان شاءالله همینطوره. امیدوارم علیرضا قرایی که سالهای بعد شاید در کشتی اسمشو بیشتر بشنوید تلاش خودش رو بکنه، او پتانسیل اینو داره که قهرمان 120 تای حتی جهان بشه. با این گروهی که در خدمت شما بودیم در نیمه نهایی گروه اول، تا لحظات دیگر آیتم ها رو شروع میکنیم. آقای خود نگاه ان شاءالله آیتم ها رو ببینید، آیتم های جذابی هست، مطمئن هستیم که نیمه نهایی هم مثل مقدماتی آیتم ها فوق العاده سنگین هست. با ما همراه باشید، دو نفر از این عزیزان به مرحله فینال راه پیدا خواهند کرد. خیلی متشکرم که ما رو می‌بینید. گروه اول دور نیمه نهایی تا لحظات دیگر در خدمت شما هستیم. بینندگان محترم، اولین بخش از دور نیمه نهایی از گروه اول، یه بخش بسیار جذاب، خاطرات سال 82 رو برای ما دو مرتبه تداعی کرد. یه حمل وزنه است که به صورت اتومبیل هست. حالا آقای خودنگاه از لحاظ فنی توضیح میدن چی هست. خدمت بینندگان عزیز کنم که آیتم حمل اتومبیله که دوستان ورزشکار اون بعد داخل اتومبیل قرار بگیرن. ما دو تا تسمه برای این کار گذاشتیم که میرن زیر اون تسمه ها اتومبیل رو با اون بلند میکنن. و وزن این اتومبیل 450 کیلوه. بله. و مترش هم 20 متره. چند ثانیه وقت دارن؟ ثانیه هم 60 ثانیه وقت دارن. هر ورزشکاری که تایم کمتری و مسافت رو طی کنه 20 متر کم کنه امتیاز بیشتری میگیره. آقای خود نگاه آماده هستن. علیرضا قرایی بلند کرد وزنه رو، امیدوارم به پاش آسیبی نرسه. بسیار عالی بود، باریکلا، تشویقش بکنید. فشار زیادی رو تحمل میکنن ورزشکاران ما. ما شرمنده‌ایم که در این قسمت شاید نتونیم باشون خیلی صحبت بکنیم چون خیلی فشار زیاده. رکورد خوبی رو به جا گذاشتن، 29 ثانیه و 82 صدم ثانیه. بله 29 82.
طاهر کریمی دیگر شرکت کننده ما هست برای حمل این اتومبیل 450 کیلوگرم. خب لیفتش کرد، یه بخش بسیار مشکلش تعادل این اتومبیل هست که قدرت زیادی رو میتونه بالا علاوه بر بردنش تعادل هم هست. خیلی فشار میاد. فکر میکنم کل 450 کیلوگرم آیا خودنگاه فشار میاد روی بدن ورزشکار؟ یه مقدار تعادل تعادل حفظ تعادلش هم سخته، خیلی سخته چون از پشت و جلوی حرکت میکنه. درسته و خیلی سخت لنگنی که میندازه. بله رکورد خوبی رو به جا گذاشتن، 23 ثانیه و 67 صدم ثانیه. بله 23 و 67 برای طاهر کریمی که باید ببینیم دیگر مردان آهنین این گروه چیکار میکنه. آره خیلی سخته آقای خود نگاه دستون درد نکنه. طاهر کریمی 23 و 67، علیرضا قره 29 و 82. ببینیم که مهراب فاطمی تا لحظات دیگر چه کار خواهد کرد، چه رکوردی رو به دست میاره. 60 ثانیه برای مهراب فاطمی شروع شد. خیلی خوب با قدرت داره این کار انجام میده. باری کلا فوق‌العاده از کارش سرعت داده. ماشاءالله نظر زمین ها تعادل کن و دست کن کم. بیا تو تا بیا یه متر. بیا 18 ثانیه 89 ثانیه. بله 18 و 89. باری کلا به مهراب فاطمی. سعید باقر کاظمی مونده که این گروه در این بخش ببینیم چه کار خواهند کرد، چه رتبه‌هایی به دست خواهد آمد و امتیازات به چه صورتی تقسیم خواهد شد. با ما باشید رکورد سعید باقر کاظمی رو هم ببینیم تا لحظات دیگر. لیفتش میکنه. بیا سعید ماشاءالله تیزش کن سعید. برو سعید لیف کردنش خیلی مشکل شد براش. سعید باقر کاظمی آیه باقر کاظمی 17 متر و 30 سانت. بله 17 متر و 30 سانت. اما باید ببینیم که به هر حال چه اتفاقاتی میفته. خب این بخش برای گروه اول تمام شد، ما به سراغ بخش بعدی میریم. اما امتیازات به این صورت تقسیم شد، فقط من بگم که 5 آیتم رو داریم در نیمه نهایی که ورزشکاران ما باید انجام بده. مهراب فاطمی با 18 ثانیه و 89 صدم ثانیه 4 امتیاز رو به دست آورد. طاهر کریمی با 23 و 67 3 امتیاز، علیرضا قره‌ای با 29 و 82 2 امتیاز و سعید باقر کاظمی با 17 متر و 30 سانتی‌متر، یعنی متراژش حساب شد، در 60 ثانیه 1 امتیاز رو به دست آورد که به هر حال باید ببینیم در بخش بعدی چه کار خواهند کرد. بینندگان گرامی آیتم اول رو دیدید از گروه 1 مرحله نیمه نهایی. تلاش خیلی خوبی داشتن مردان آهنین و رکوردهایی رو ثبت کردن. حالا بر اساس امتیازایی که گرفتن باید به این قسمت بیان و این قسمت رو هم ببینیم چه رکوردهایی به دست خواهند آورد. آقای خودنگاه از لحاظ فنی توضیح میدم به شما که چه اتفاقی قرار هست اینجا بیفته. خب خدمت بینندگان عزیز کنم که من یه توضیح کامل بدم در رابطه با این آیتم بالا بردن سکنده فلزیه 130 150 170. دوستان ورزشکارم 60 ثانیه وقت دارن. دیگه اونجوری تعدادی نیست. نه خیر تعدادی نیست که این ستا رو به بالای سر ببره. خب ما حرکت اولمون 130 کیلو هیچ امتیازی نداره. اجباری یعنی ورود، بله ورود اون طرف هستش که این وزنه رو باید بزنه.
وزن این 150 کیلو رو بالای سر میبره، اگه صحیح باشه به نظر این تایمشو شما زحمتش میکشی. بعد آخرین وزنم که تایمشو من میگیرم، این اگه صحیح باشه تایم ستاشو میگیریم. اگر 170 نزد ما میام روی تایم 150 شون، هر کی زودتر زد امتیاز بهش میدیم. اون وقت باید دستا کاملا بالا صاف بشه، مکس داشته باشن، پاها هم با هم مساوی باشه، یعنی عقب جلو نباشه، از سر هم استفاده نکنن و از پشت سر هم بنزن خطا هست. درست. بسیار عالی، از توضیحات آقای خودنگاه استفاده کردین، خواهش می‌کنم. سعید باقر کاظمی اولین شرکت کننده ما هست، ببینیم که چه کار میکنه. در مرحله قبلی یک امتیاز رو به دست آورد، حالا رفت روی کنده 130. یا 150 کیلوگرم سخته. 130 رو خوب رفت. 150. 60 ثانیه فرصت هست. حدودا 30 ثانیهش گذشته. امتیازی کسب کردن؟ متاسفانه هیچ امتیازی کسب نکردن با کازم. هیچ؟ یعنی 150 که نرن دیگه نخ... هیچ امتیازی کسب میکنم. درست. بذار ببینم سعید خود نظر خودش چیه؟ نمیدونم، تمرین کرده بودم، زده بودم والا. سرسی خیلی خوب بود، 150 یه مقدار مشکل بعد بزن. نفس میگرفتم قبلش بعد میزنم، یه هول شدم باز دوره. حالا که نفس میکشی که، الحمدلله. بینندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم. من یه بار دیگه تشکر بکنم از تیراژ ماشین که با شعار افتخار هر ایرانی داشتن به هر حال خدمات صادقانه هست، که این خدمت صادقانه یکی از شعارهای اصلی این شرکت بسیار بزرگ است. در خدمتتون هستیم با برنامه مردان آهنین. نفر دوممون آماده هست. بله. بریم برای علیرضا قرایی ببینیم که در این لحظه چه کار خواهد کرد. خیلی خوبه. برای کنده 150 کیلو ببینیم چه کار خواهد کرد. علی نه. ثانیه دارن میگذرن. چند ثانیه گذشته؟ 30 ثانیه. 30 ثانیه گذشته. 30 ثانیه فرصت داره برای وزن 170 کیلو. اول فرار. 170 کیلوگرم. اول فرار. خیلی سخت. بله، تشویقش بکنید علیرضا قرایی رو. اعلام بفرمایید. 13 ثانیه و 32 ثانیه. بله، 13 و 32 برای علیرضا قرایی روی وزنه 150 کیلوگرم موفق شد که این رکورد رو به دست بیاره. خیلی خوب بود ها. خوب که من با قرارضا 180 هم کار کرده بودم، بعد اینجا باید این مقدر استراحت بیشتر میکردم. کم استراحت کم اشتام از این بود. فکر میکنم بچه ها بیشتر دنبال ثانیه هستن که بگیرن، ولی در سال که 170 بزنید خیالتون راحت شد، هرچند که رکورد خوبیه. فکر میکردم بزنم چون قبلا زده بودم. طاهر کریمی آیتم قبل خیلی خوب عمل کرد، 3 امتیاز رو هم گرفته و باید ببینیم که در این قسمت چه کار خواهد کرد. بعد 130 کیلوگرم خیلی خوب بود. 150 رو رفت، خیلی مشکله. سریع نمیزنی؟ 170 کیلو. ارسلا.
14 ثانیه و 19 سلام ثانیه. بله 14 و 19. خب الان مثلا علیرضا قرهی که 13 و 32 رفته امتیازش بیشتر حساب میکنه. بله امتیازشون بیشتر. بله مهراب فاطمی قوی ترین مرد ایران در چند سال گذشته که به هر حال قهرمانی مسابقات هم بوده. ببینیم چیکار می‌کنی 170 کیلوگرم بالاخره تسلیم مهراب میشه یا نه. راحت سال هفتاده برو مراب صبح با هم صحبت میکردیم یه مقدار معترض بودی روی اینکه آیتما واقعا سنگینه یه ذره بالاخره آیتما سنگینه یا بچه ها خوب شدن انصافا نه خوب بچه هم یه ذره بچه ها که خیلی خوب شدن ولی آیتما هم دیگه خیلی سنگین شد سنگین خیلی سنگین شد خود نگاه لطف داره دیگه افسیار خود نگاه 10 ثانیه و 44 سلام 10 و 44 برای مهراب فاطمی به این ترتیب مهراب فاطمی با 10 و 44 روی وزنه 150 کیلوگرم 4 امتیاز به دست آورد علیرضا قرایی با 13 و 32 3 امتیاز طاهر کریمی با 14 و 19 ثانیه 2 امتیاز و سعید باقرکازی هم که متاسفانه موفق نبود امتیازی در این قسمت نگرفت با مردان آهنین گروه 1 دور نیمه نهایی همراه باشید در بخش سوم ببینیم چه رکوردهایی به دست میارند و در مجموع کدوم یکی از این دو ورزشکار از این 4 تا به جمع فینالیست ها خواهند رفت با ما همراه باشید با مردان آهنین دور نیمه بینندگان گرامی رسیدیم به بخش دیگری از مسابقات مردان آهنگ در دور نیمه نهایی گروه اول که شاید تعجب بکنید ولی این لیفت راک رو قرار هست مردان آهنگ لیفت بکنه حالا از لحاظ فنی های خودنگاه توضیح میدن که چجوری هست چند کیلو فشار روی دسته ها هست و سایر مواردش خب خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که آیتم نگه داشتن این لودر 3800 کیلویه وزن این لودر 3800 کیلوه دوستان و حالا تماشاگران و بینندگان ما میگن حالا چجوری این 3800 کیلو بچه ما نگه میدارن یعنی از زمین میکنن و نگهش میدارن ما امسال طریقه وزن کردن دسته هامون فرق کرده ما اومدیم یک محوری قرار داریم تا وسط این لودر و کمک میکنه که این لودر از زمین کنده بشه و وزن یعنی حدود 450 کیلو به دسته ها فشار بسیار بعد چقدر فرصت دارن این زمان که نداره زمان که نداره هر چقدر بیشتر نگه دارن ما تایمشون حساب میکنیم 30 ثانیه فرصت دارن تا این از این بکنن آقا آماده هستی آقای باقر کاظمی هنوز که کنده نشد 10 ثانیه گذشت باید کاملا لاستیکا بیاد بالا بله کاملا باید محور بیاد محور بیاد 450 بیا خب متاسفانه 30 ثانیه‌اش گذشت 30 ثانیه‌اش گذشت بله دیگه موفق نشد که امتیاز موفق نشد امتیازی متاسفانه بهش نمیدیم تا ببینیم که در مرحله بعد چه کار خواهد کرد با ما همراه باشید طاهر کریمی 5 امتیازی هست امتیاز نزدیکی با علیرضا قرهی دارن هر دو هم امتیاز هستن در خدمت شما هستیم سوت که زدید من 30 ثانیه شد آلو باشین آقای کریمی پونزده ثانیه گذشت 22 ثانیه گذشت.
متاسفانه آقای کریمی آقای کریمی هم نتونستند این لودر رو بلند بکنن، برابری نمیشه دیگه. نه بله هیچه امتیازی کسته میشه. کار کریمی که نتونست این لودر بلند بکنه و نگه داره امتیاز بگیره، علیرضا قرایی ببینیم که چه کار خواهد کرد. هر دو 5 امتیازی بودن، حالا علیرضا فرصت داره که امتیازات خودش رو بیشتر بکنه، امیدوار باشه برای صعود. ماشاءالله بارک الله. آفرین. 450 کیلوگرم. بسیار عالی. ببینیم چه رکوردی رو ثبت کرد. 17 ثانیه و 67 ثانیه. بله 17 و 67. بسیار عالی بود علیرضا، خیلی ممنونم. مهراب فاطمی باید بیشتر از 17 ثانیه تلاش بکنه اگه میخواد همه امتیازات رو بگیره در این بخش. ببینیم که مهراب فاطمی که قهرمان چندین دوره این مسابقات بوده و بعد از یک مدت غیبت اومد چی کار خواهد کرد. 30 ثانیه وقت داریم. 30 ثانیه وقت داریم. سوتر. 10 ثانیهش گذشته. نوزده ثانیه، 22، 23، 25. سخلا. بسیار عالی. بسیار عالی. بندلیفش هم پاره شد. مهراب فاطمی چقدر؟ 8 ثانیه و 60 ثانیه. 8 ثانیه و 60 ثانیه برای مهراب. البته باید دوستان توجه داشته باشن که این بندلیفت هایی که استفاده میکنن باید خیلی خوب باشه، چون الان این 30 ثانیه که ما گذاشتیم خب کمک شد به آقای فاطمی. اگر ما قرار بود که بزنیم مثلا این اتفاق نیفته، خب ممکن بود اصلا ایشون امتیازی نگیره. 17 ثانیه و 67 ثانیه رکورد علیرضا قرایی بود که 4 امتیاز رو گرفت. مهراب فاطمی با 8 و 60 امتیاز رو گرفت و طاهر کریمی و سعید باقر کاظمی هم نتونستن امتیازی رو نمیگیرن. الان امتیازات به این شکل است که مهراب فاطمی 11 امتیازی هست، علیرضا قرایی با این 4 امتیازی گرفت 9 امتیاز رو داره، طاهر کریمی 5 امتیازی است و سعید باقر کاظمی 1 امتیاز رو داره. حالا در ادامه در دو بخش بعدی مشخص میکنه چه عزیزانی از این گروه به فینال مسابقات راه پیدا خواهند کرد. هرچند مهراب فاطمی روی من حساب نکنید، اما ما داریم کم کم روش حساب میکنیم. بینندگان محترم، برنامه مردان آهنی می‌بینید، گروه 1 در مرحله نیمه نهایی رسیدیم به اسباب بسیار معروفی که هر ساله می‌بینید و هر سال هم تغییرات عجیب غریبی می‌کنه. سال گذشته فوق‌العاده سنگین بود، امسال به همین شکل سنگین هست، اما طوری طراحی شده که بهتر بتونن ورزشکاران ما اون رو حمل بکنن. حالا آقای خودنگاه عزیز هستن اینجا، توضیحات لازم رو خدمت شما خواهند. خدمت بینندگان عزیز کنم که آیتم چرخ اسوار هستش. دوستان ورزشکارون باید اینو بکنن زمین و حرکت کنن تا هر چند متراجی که بردن ما امتیازشون رو نسبت به اون متراج حساب کنیم. یعنی اگر 1 سانتی متر هم بردن، بله ما 20 سانتی متر هم بردن، چند ثانیه فرصت دارن تا بکنن؟ ما 30 ثانیه فرصت دیدیم تا بکنن. اگر عقب ببرن میتونن دوباره بلند کنن، حرکت رو وزن رو از جا بکنن و به جلو حرکت کنن. یعنی عقب برن هیچ امتیازی ازشون کم نمیشه. یعنی میتونن حرکت رو انجام بدن. بعد چند ثانیه هست؟ تایم نداره، هر چی ببرن؟ هر چند دوری که بتونن بزنن. خیلی خوب. وزن اینم 500 کیلو کلا، 350 کیلو به روی این دسته فشار میاد، یعنی اونجایی که ورزشکار
میره زیر این وزنه 350 کیلو فشارش. بعد لاستیک هم گذاشتید که سر نه. بله، یه مقدار. این باشیم کسی سر نده مثل سالی. آخر دیگه تفکر بله. شماست دیگه. خب آماده هستی آقای؟ آقای سعید باقر کاظمی آقای نفر کازمی. هست. اگه 20 سانتی متر تو ببری من مجبورم سوتو بزنم پایانه. اما عقب بری میتونی دوباره ورداری بیای جلو. آماده هستی؟ بسیار عالی. واقعا؟ بله خب نمیره؟ 20 سانت برشن رو بلن جلو دیگه میزن. چقدر براش حساب بکنی؟ 20 سانتیمتر. 20 سانتیمتر. بله. تو من یه توضیح هم بدم که جناب آقای یاوری هم اینجا هستم به عنوان کادر فنی، خودشون از قهرمانان شرکت کننده این رشته بودن. به ما در زمینه حالا اگر آقای خودنگاه ایرادی داشتن از بابت سانتیمتر یا متراژ جاش مشخص است، اما اگر ایرادی بود با متری که در دست دارن دقیق میتونن به ما کمک بکنن. به هر حال از ایشون هم متشکرم، از سعید باقر کاظمی هم ممنونیم. تا لحظات دیگر بریم سراغ دیگر مرد آهنین این دوره از مسابقات در گروه یک مرحله نیمه نهایی. طاهر کریمی هم از جمله ورزشکارای ما هست که 5 امتیازی هست. ببینیم که این آیتم رو باید امتیازش رو بگیره، اگر نه که امیداش کم رنگ‌تر خواهد شد برای سعود. باری کلا به طاهر کریمی. آیه طاهر کریمی 5 متر و 40 سانتی‌متر. 5 متر و 40 برای طاهر کریمی. آسیب که ندیدی؟ یکم دماغ کن. فشار؟ فشار خیلی زیاد. زیاد بود. مثلا یه کمی هم شما هم از لحاظ قد و قواره این استاندارد شما نیست. این هم میخوام. ولی امتیازت هم باید میآوردی. حالا باید ببینی بقیه چیکار میکنن. امیدی داری برای سعود؟ تا اینجا اومدیم خدا رو شکر. خدا رو شکر. مهراب فاطمی قهرمان چند دوره این مسابقات، ببینیم که چند متر رو میبره. او الان 11 امتیاز. آقای فاطمی آماده باشید اگه 20 سانت هم ببری ما سر رو، اما عقب بری میتونید دوباره بلند کنی اگه شدنش. آماده هستی؟ آماده شدی به ما بگی. آماده ای؟ سیار علی دستور رسید که زیاد نره. آقای فاطمی 2 متر تمام. 2 متر تمام برای آقای فاطمی. مراب قبلا دستورپذیر نبودی. خیلی آیتم هرچی اون موقع هرچی بودم بذار زمین نمیذاشی زمین الان که تو این آیتم واقعا من ضعیفم. آره سال گذشتم بی خودم من اکی زور ندم شالله نشون برم فینال. علیزا قرایی امتیازش حساس هست با مهراب فاطمی، ببینیم که او چه رکوردی رو به دست میاره. تمومه. صاف شو. دیگه. 2 متر تمام. چی شد؟ من گفتم الان دیگه 2-3 متری بیشتر رفتی امتیاز کامل بگیری. همونجا اصلا تالو اینو من کانه کردم. برام خیلی تازه گرفت. زیر زیاد گرفتی اما اینجور زیر نگرفتی. هر جوری فکر کردم زورم بزنم فقط نمیتونم باید چجور هم اشنایی نداشتم. همین خیلی نادرچه بگوش. اب نداره. حالا انشالله ببینیم امتیازاتتون به چه صورتی خواهد بود. بعد انشالله که فینال راه پیدا بکنه. برای اولین بارم از شرکت موی خیلی پنگانه رو ببینیم چیکار میکنه. انشالله. بسیار عالی. در خدمت هستیم. علیرضا قرایی عزیز من امتیازا رو بگم. این دو نفر که دومت بودن یه امتیاز. خب پس به این ترتیب طاهر کریمی با 5 متر و 44 امتیاز رو گرفت. مهراب فاطمی با 2 متر 3 امتیاز. آقای علیرضا قرایی هم با 2 متر 3 امتیاز. بله. و سعید باقر کاظمی اینجا 2 امتیاز میگیره دیگه. بینندگان
بینندگان گرامی، بخش پایانی در دور نیمه نهایی از گروه اول رو تقدیمتون میکنیم تا لحظات دیگر. پنجگانه است که آقای خودنگاه توضیحات فنیش رو میدن، دو ورزشکار همزمان باید این کار رو انجام بدن. آقای خودنگاه بفرم. خدمت بینندگان عزیز کنم که آیتم پنجگانه است. امسال ما تغییراتی دادیم توی آیتم. بله. از وسایل لودر استفاده کردیم که با این فضای به حساب اسپانسر ما هم جور ما در بیاد. دوستان ورزشکارم این دیسکای لودر رو که 100 کیلو هستش باید به بالای اول سکو بذارن. درسته. بعد سیلندر رو که 110 کیلو به دومی سکو، اون دیسک فکر میکنم چرخه باشه، چرخ دنده‌ایه. درسته. باشه به سکوی بعدی بذارن که وزنش هم 120 کیلوه و اون فکر کنم دیفرانسیال، بله، که 140 کیلوه به سکوی یکی مونده آخر و گوی 180 کیلو به سکوی آخر. چند ثانیه وقت دارن؟ 75 ثانیه وقت. بعد همش رو باید انجام بدن یا؟ بله، همه رو باید انجام بدن. اگر یکشو به بالا نذارن هیچ امتیازی کسب نمی‌کنن. همه آیتم‌ها رو باید سر جای خودشون بذارن. اگر یکی اشتباه بذارن باید برگردن. آها، دو مرتبه درستش کنن بعدن. یعنی از همونجا مثلا بذاره روی پلکان دوم میتونه برش کرد. بله، برداره بذاره دوم. چون ما قبول نمی‌کنیم. درست. بسیار عالی. سعید باقر کاظمی 3 امتیاز و مهراب فاطمی 14 امتیاز رو دارن که به عنوان نفرات اول در گروه 1 دور نیمه نهایی انتخاب شدن. در خدمتتون هستیم. خب 75 ثانیه فرصت هست برای دوستانمون. بله، ما آماده‌ایم. شما آماده‌ای؟ That's right. خب مراد فاطمی مثل انصراف داده. خب حالا میره روی وزن 140 کیلو. وقت داری 30 ثانیه گذاشته. چهل ثانیه. 180 کیلوگرم گوی. رقابت جذاب هست حالا. هم خب باری کلا سعید خسته نباشی. ایشون 57 ثانیه و 60 صدم ثانیه. 57 و 60 برای تو هم همینجور داره میگذره. 78 79. خیلی خب من یه صحبتی اول با مهراب بکنم. ببخشید سعید تا تو نفس جا میاد. چی شد؟ عذرخواهی میکنم از بیننده، واقعا بی‌ادبیه، ولی خب چون امتیازم خیلی بالاست بعد یکم هم سرما خوردم دیگه، بعد به ما گذشت کنم دیگه بیننده. بعد بچه هم دیگه خب لطف داشتن گفتن این آیتمون رو احتمالاً گذشت میکنن یه ذره نسبت به سن و سال بالاخره پیش کسفت. من عذرخواهی میکنم بیننده. ولی به فینال رسید دیگه. بله، به تبریک میگم. حالا انشالله توی فینال میبینید. انشالله سرماخوردگیت هم خوب بشه، اونجا دیگه آیتمی نباشه که نزنی ها. نه دیگه، اونجا دیگه همه آیتمون نشون. آره انشالله. انشالله میگه. بسیار سعید جان، تو هم بیا اینجا. ببخشید. تلاشت ستودنی بود. یعنی من روی این دو تا آیتم آخر که باهات صحبت میکردم یه کمی ناراحت شدم از اینکه نمیخواستی شرکت بکنی، به خاطر این بود که میدونستم هم قدرتش هست هم تواناییش هست. حالا یه مقدار بی‌انگیزگی بود بابت امتیازای از دست رفته. اون هم بود، ولی سرما خورده بودم. یه ذره می‌ترسیدم فشار بیارم، مخصوصا تو آیتم چرخوسیا. دیگه قسمت نبود دیگه. انشالله سال دیگه. میای سال دیگه با قدرت؟ سال یه گروه داریم میریم بالا دیگه. آره سال یه گروه مرحله. مقدماتی الان نیمه نهایی بعد از فینال و بعد همونجوری دیگه ول نمی‌کنی. نه دیگه. چند سالته؟ من 22 سالم. 22 سال. آره. آره یه دو سه سال آمرا بزرگترم. آره. آمرا آخه صبح حساب نکردن کلا. آره. بسیار عالی. من خواهش میکنم حالا شما با اینکه خسته هستید توی صحنه حضور داشته باشید که دو تا دوستان دیگه حرکتشون رو انجام خواهند داد، بعد دست جمعی با هم به هر حال هم باید خداحافظی بکنیم و هم امتیازات رو ببینیم چه جوری هست. با ما همراه باشید با دو مرد آهنین دیگر در این گروه که ببینیم تا لحظات دیگر چه رکوردهایی رو به دست میارن. رقابتشون خیلی سخت و سنگین است. حالا به موقعش خدمتتون هستیم.
ظاهر کبیری و علیرضا قری رقابت سنگین برای صعود به مرحله نهایی دارن. علیرضا قری 12 امتیازی است، طاهر کریمی 9 امتیازی. آماده باشی؟ استارت بگیرید. دستات رو بذارید رو. سیلنج رو هم جا به جا کردن. چرخنده از دست علیرضا قری یه لحظه رها شد. ما افتاد. حالا باید بره رو گوی. طاهر کریمی روی چرخدنده گیر کرد. چهل و دو ثانیه گذشته. فوق العاده حساس است. 51 ثانیه گذشته. به هر دوتاشون تبریک میگیم. هر دو برخلاف دوستان قبلی که نجنگیدن، بله. ولی این دوستان ما جنگیدن. بله، آقای طاهر کریمی، بله، آقای طاهر کریمی متاسفانه چه امتیازی کسب نمی کنه، روی گویه نتونست. بله متاسفانه. خب 62 ثانیه و 81 صدم ثانیه برای علیرضا قرایی که اون هم به هر حال موفق میشه به جمع فینالیست های ما راه پیدا بکنیم. یه صحبتی من با هر دو عزیز بکنم. خیلی خوب بود علیرضا. جنگید اینا. آره دیگه. هر چی در توان بود داشتم گذاشتم. یه بخواد یه قرایی همیشه تو فینال باشه. آره دیگه. یه بالاخره جور اونم هم بگیشم. ولی کسی فکرشو نمیکرد برای بار اول، تجربه اول، عزیز قرار اینقدر بتونه با قدرت ظاهر بشه. خودم فکر نمیکردم دیگه بده به فینال برسم. گفتم میام. حالا نهایت تو نیمه نهاییشون حمید هست، آقا رضا هست. فکر میکنم آسیب دیدگی رضا یه مقدار روی انگیزه شما تاثیر گذاشت دیگه. آره، 100%. حالا یه جنگ خیلی خوبی بود. باریکلا بشه. رقابت دیگه. طاهر عزیزم بیاد اینجا. واقعا بهش تبریک میگم طاهر کریمی رو. خیلی خوب بود. تا لحظه آخر جنگید، مبارزه کرد و پا پس نکشید. همینش مهمه دیگه آقای خود نگاه. به تبریک میگم طاهر. ممنونم آقا رضا. قسمت نبوده اون. آره گویه نیومد. نه گویه چه اومد. آره اون چیز خستت کرد. درسته. من همون اول رفته بوده یه. من چون حواسم یه مقدار به این وره. گویه خیلی راحت میومد. ولی خسته شد. قسمت نبوده. آره دیگه حالا. خدا رو شکر تا اینجا اومدیم. بچه همه خوبن، زحمت کشید. سال بعد با قدرت تر. یه مقدار باید فکر تاهل هم باشید. سال بعد در طراحی آیتما. درصد بود خسته. جان؟ باید تاهل قدش بودن کنید. اینم هست. اینم دیگه هست. بیشتر از این دیگه. درصد خسته نباشید میگم. سعید باقر کاظمی با این 57-60 4 امتیاز گرفت، با 3 امتیازی که داشت شد 7 امتیاز. مهراب فاطمی 14 امتیازی بود، خب امتیازی نگرفت چون انصراف داد، همون 14 باقی موند. طاهر کریمی هم متاسفانه نتونست این قسمت رو امتیاز بگیره، 9 امتیاز داشت، همون 9 امتیاز باقی موند. و علیرضا قری 12 امتیازی بود که با این 3 امتیازی که گرفت شد 15 امتیاز و به عنوان سرگروه در این گروه آمد بالا. برات در زمانی که مهراب فاطمی هم هست جوانای ما خوب میدرخشن. خب خیلی ممنونیم آقای خودنگاه. خسته نباشید. واقعا به دوستان خسته نباشید میگم. و از بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه. خیلی متشکرم. متاسفانه باید با سعید باقر کاظمی و طاهر کریمی خداحافظی بکنیم و منتظر باشیم روزهای آینده ببینیم چه کسان دیگه از گروه خودشون بالا میان که همراه علیرضا قرایی 15 امتیازی و مهراب فاطمی 14 امتیازی مرحله فینال رو انجام بدن و ببینیم در نهایت قهرمان این دور از مسابقات چه کسی خواهد بود. سپاسگزارم که ما رو تماشا کردید. تا نوبت دیگری که در خدمتتون باشم
شما سروران عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. امیدوارم از دیدن برنامه مردان آهنین لذت کافی رو برده باشید. فردا شب با گروه دیگری از مردان آهنین در دور نیمه نهایی در خدمت شما خواهیم بود. خداوند یار و نگهدار همه. خدایی که منو از گل سرشته، از گلی که خاکش از جنس بهشته، از ازل تا من شدم فرزند آدم، ذره ای از خاک عالم شد به نامم، من طلوع روشن خورشید و نورم، جغد شب میترسه از شکل حضورم، جغد شب میترسه از شکل حضورم، روی قلبم یا علی نوشته با خط درست.